بانام و یاد خدا، بنده جواد پالیزوان زند هستم، از مدرسین فرادرس در خدمت شما خواهم بود با عنوان آموزشی بنایسی ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن و به طور اختصار VBA، بنای نرم افزار صفحه گسترده مایکروسافت اکسل. نسخه نرم افزار اکسلی که من در این آموزش استفاده خواهم کرد نسخه 2016 این نرم افزار هست و برای اینکه وارد ورکبوک یا کارپوشه جدید بشیم از قسمت بلانک ورکبوک وارد دسکتاپ نرم افزار مایکروسافت اکسل میشیم و برای اینکه وارد محیط کدنویسی به زبان ویژوال بیسیک در نرم افزار صفحه گسترده مایکروسافت اکسل بشیم از قسمت دیولپر ویژوال بیسیک رو میزنیم، وارد محیط کدنویسی مایکروسافت ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن کارپوشه یکم مایکروسافت اکسل خواهد شد. یا به عنوان روش دیگر شما میتونید Alt F11 رو همزمان فشار بدید، باز هم وارد این محیط میشید. یا اگر شما منوی دیولپر رو نداشته باشید از قسمت فایل Options Customize Ribbon از قسمت Popular Command میتونید دیولپر رو اد کنید و این منو رو داشته باشید و از قسمت Visual Basic وارد محیط کد نویسی به زبان Microsoft Visual Basic for Application بشید. شما هم اگر مثل من صفحه سفید رنگ رو برای کد نویسی نداشته باشید از قسمت منو View کد رو بزنید یا معادل اون F7 رو بزنید تا صفحه سفید رنگ رو برای شما بیاره تا شما امکان کد نویسی به زبان Microsoft Visual Basic رو در انصار Microsoft Excel داشته باشید. من سعی خواهم کرد که مفاهیم و مقدمات برنامه‌نویسی به زبان Visual Basic for Application رو گام به گام خدمت شما عرض کنم تا بتونید از این مفاهیم در قالب مثال‌های ساده استفاده کنید و در برنامه‌های کاربردی خودتون بتونید که از این موارد و مفاهیم استفاده بکنید. اول موردی که خدمت شما عرض خواهم کرد روش تعریف متغیر هست به زبان Visual Basic for Application. ما چطور میتونیم به زبان VBA متغیر رو تعریف کنیم؟ شما می نویسید که دیم variable name از data type. نحوه تعریف متغیر در Microsoft Visual Basic for Application به این نحو هست که دیم رو می نویسید، بعد variable name اسم variable رو از data type یا انواع داده که در Microsoft Visual Basic هست یا VBA هست. ما data type هایی که در VBA داریم میتونه دیتا تایپ از نوع دابل باشه، بایت باشه، بولین باشه، اینتجر، سینگل، استرینگ، از این قبیل باشه که بسته به کاربردمون از این دیتا تایپ ها استفاده میکنیم. و همان گونه که شما دیدید من از رو اینجوری نوشتم، ولی خود نرم افزار کپیتال نوشت حرف A رو، به صورت حروف بزرگ نوشت و این نشان دهنده این هست که VBA کیس سنسیتیو نیست مثل زبان های برنامه‌نویسی MATLAB. زبان برنامه‌نویسی MATLAB کیس سنسیتیو هست، یعنی نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس هست. نرم افزار یا زبان برنامه‌نویسی VBA کیس سنسیتیو نیست، بسته به کاربردش، بسته به کامپایلرش حروف بزرگ و کوچک رو خودش تبدیل خواهد کرد. پس ما در اولین گام با روش تعریف متغیر آشنا شدیم که دیم اسم متغیر از دیتا تایپ یا نوع داده‌ای که آن متغیر برای خودش میگیره، بسته به کاربردتون. اگر شما وریبل نیم اسم یک فردی هست، باید دیتا تایپش از نوع استرینگ یا رشته متنی باشه. اگر وریبل نیمتون قراره که طول یک مستطیل رو بگیره، دیتا تایپتون باید اینتجر یا عدد اعشاری باشه و به همین نه. به عنوان مثال می‌خوایم نام و نام خانوادگی رو از کاربر بگیریم و سپس این دو را در کنار یکدیگر نشون بدیم. این حالت کلی بود. این یعنی پروتوتایپ تعریف متغیر در Microsoft Visual Basic for Application. برای مثال برای اینکه با این بیشتر آشنا بشیم، دیم مثلا fname دیتا تایپش رو باید از نوع استرینگ بگیریم. به همین طریق ببینید من s رو با حرف کوچیک نوشتم، وقتی که اینتر رو زدم خود کامپایلر VBA s رو به صورت حرف بزرگ نوشت و همین رو من کپی میگیرم و در خط بعدی کنترل v دیم مثلا last name اش رو هم استرینگ میگیرم. این دو رو در کنار یکدیگر من نشون خواهم داد. دیم first name last name as string. و به عنوان مثال دیگر من اگر اینها رو هم کپی بگیرم، من میخوام که برنامه بنویسیم که با استفاده از آن مساحت مستطیل رو حساب کنیم. در این مرحله مثل مثال بالا فقط میخوایم که متغیرهای برنامه را شناسایی کنیم و فعلا نمیخوایم که حالت اجرایی و کاربردی داشته باشه کدمون. ما با سینتکس یا قاعده دستوری VBA آشنا خواهیم شد و بعد از این که با این مفاهیم و با این سینتکس VBA آشنا شدیم، برنامه‌هایی خواهیم نوشت که حالت اجرایی داشته باشند و روی کاغذ نباشند.
فعلا این موارد رو یاد بگیریم و بعدا برنامه هایی که اجرایی و کاربردی هستن رو به زبان مایکروسافت ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن خواهیم نوشت. پس دیم برای اینکه مساحت مستطیل رو حساب کنم باید طول و عرض مستطیل رو داشته باشم. طول ضرب در عرض اریا یا مساحت مستطیل رو پیدا کنم. پس من یک متغیری رو نیاز خواهم داشت به عنوان لنگث. طول مستطیل از دیگه نمیتونه متن باشه، باید این اینتیجر باشه. و من برای اینکه VBA case sensitive نیست به راحتی من تایپ میکنم. ببینید خودش بسته به کاربردش آی رو به صورت حرف بزرگ نوشت. ویزش رو من تعریف خواهم کرد از اینتیجر. و ایریا هم به عنوان خروجی این برنامه تعریف خواهم کرد اینتیجر. چون که دو عدد اینتیجر صحیح به همدیگر ضرب بشن حاصل ضربشون هم اینتیجر خواهد بود. پس من در قالب دو تا مثال بسیار ساده روش تعریف متغیر رو با استفاده از VBA خدمت شما توضیح دادم. در مثالهای بالا ما متغیرها رو شناسایی و معرفی کردیم. حالا ما میخواییم که به این متغیرهایی که شناسایی و تعریف شدن مقداردهی بکنیم. اجازه بفرمایید قبل از این که وارد این مبحث بشیم من یک توضیح رو از این محیط خدمت شما ارائه بکنم. همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید این محیط دارای عنوانی تحت مایکروسافت ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن هست که یک محیط کدنویسی برای شیت یکم فایل بوک یک هست که این شیت یک یک آبجکتی هست که دارای پراپرتی هایی هست که ملاحظه می‌فرمایید که این پراپرتی ها میتونه به صورت آلفابتیک یا به صورت حروف الفبالیس بشه یا به صورت کاتگورایز یا به صورت طبقه بندی شده بر اساس موضوع که در رابطه با مفاهیم شی و مشخصه هایی که این شی یا آبجکت داره که ما جلوتر خواهیم دید که هر شی دارای سه مشخصه متد، پراپرتی و ایونت خواهد بود که نام شی این قسمت نوشته میشه و نام ایونت مربوط به این آبجکت یا شی در این قسمت نوشته خواهد شد که ما در این رابطه به تفصیل جلوتر صحبت خواهیم کرد در قسمت برنامه‌نویسی آبجکت اورینتد در VBA. و همان گونه که مشاهده می‌فرمایید این محیط دارای منوهای فایل ادیت ویو اینزرت تا هلپ هست و دارای جعبه ابزارهایی هست که قابلیت سیو کنترل اس و قابلیت ران شدن برنامه‌های نوشته شده به زبان VBA در نرم افزار صفحه گسترده مایکروسافت اکسل رو برای ما داره که از قسمت F5 یا ران ساب روتین یا یوزر فرم F5 رو میزنیم و برنامه‌های نوشته شده به زبان VBA رو ران می‌کنیم. این برنامه‌ای که ما می‌نویسیم در این محیط اصطلاحا ماکرو نام دارن، یعنی ما هر کار تکراری رو می‌تونیم به صورت ماکرو به زبان ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن بنویسیم و سیو و ران کنیم که از این قسمت می‌تونید شما فرم یا ساب روتین هایی که در این محیط می‌نویسید ران کنید یا معادلش F5 رو هم می‌تونید بزنید. می‌پردازیم به ادامه بحثمون. ما متغیرهای رو تعریف و شناسایی کردیم، الان نوبت این هست که این متغیرهایی که ما تعریف و شناسایی کردیم مقداردهی بکنیم. سینتکس مقداردهی متغیرهای تعریف شده به این نحو هست: وریبل نیم رو شما می نویسید و مساوی amount. پس مقدار متغیر رو شما این قسمت می نویسید مساوی و مقدار متغیر قرار داده میشه به نام متغیری که شما بالا تعریف و شناسایی کردید. به عنوان مثال من می خواهم که یک متغیر رو تعریف کنم، دیم first name رو از string. و بعد از این که تعریف کردم یک مقداری رو به این متعرف اختصاص بدم. First name مساویس با مثلا بهنام. این نکته رو خدمت شما عرض کنم که مقداری که به متعرف استرینگ نسبت میدیم آن مقدار باید حتما و حتما داخل دابل کوتیشن باشه که این مقدار به این first name از نوع دیتا تایپ استرینگ بتونه که اختصاص پیدا کنه. متعرفهایی که تا به حال بالا تعریف کردیم و مقداردهی هم شد از نوع متغیر ساده بودن. بیایید با نوع دیگر متغیر که توسعه یافته متغیرهای ساده هستند تحت عنوان متغیرهای اندیسدار آشنا بشیم. این متغیرهای اندیسدار در اصطلاح برنامه‌نویسی بهشون آرایه گفته میشه. حالا ببینیم چطور این متغیرهای اندیسدار یا آرایه ها رو میتونیم تعریفشون کنیم. به عنوان مثال ما مینویسیم که دیم نام 4 از سینگل، یک دیتا تایپ با سینگل پوزیشن هست. ما اعداد اشاری رو با دو نوع دیتا تایپ یا انواع داده میتونیم به زبان VBA معرفی کنیم. اولین دیتا تایپ سینگل هست که حساب معیز سیال با دقت تکین هست عدد اشاری، و دابل که عدد اشاری با حساب معیز سیار دابل پوزیشن یا با دقت مضاعف خواهد بود که رنج اعدادی که دابل
پشتیبانی میکنه نسبت به رنج اعدادی که دیتا تایپ سینگل پشتیبانی میکنه فوق العاده زیاد هست و به سبب کاربردتون میتونید از دیتا تایپ سینگل یا دابل استفاده بکنید. پس من یک آرایه 5 تایی، ببینید این نام 4 رو اگر به این ترتیب بنویسید این آرایه زرو بیس خواهد بود، یعنی اندیس ها از صفر شروع خواهد شد تا 4. پس 5 تا این آرایه عنصر خواهد داشت و برای مقدار دهی این آرایه میتونید به ترتیب نام صرف مثلا مساویس با 1، نام 1 مساویس با 2 و به همین ترتیب شما اینها رو بنویسید، نام 2 مساویس با 3، نام 3 مساویس با 4 و نام 4 مساویس با 5 به همین ترتیب. پس زبان برنامه‌نویسی VBA برخلاف زبان برنامه‌نویسی مطلب که وام بیس یا اندیس‌ها از 1 شروع میشن، میتونه اندیس‌ها از 0 هم شروع بشه، مثل زبان‌های برنامه‌نویسی سی و سی پلاس پلاس و سی شارپ که این اندیس میتونه از 0 شروع بشه. اگر بنا به هر دلیلی شما نخواستید که اندیس از 0 شروع بشه و بخواید که اندیس از 1 شروع بشه، شما میتونید به راحتی از این کد استفاده بکنید. یعنی من یک آرایه‌ای رو با نام نام تعریف کنم که اندیس هاش از 1 تا 4، از 1 تا 4 تعریف بشه و دیتا تایپش هم دیتا تایپ سینگل باشه. به همین راحتی شما میتونید از این استفاده کنید و اندیس ها رو از 1 شما نامگذاری کنید، 1 مثلا 2، 3 و 4. پس اگر اندیس ها رو خواستید که وام بیس باشن از این سینتکس یا گایده دستور استفاده کنید و اگر خواستید که اندیس ها زرو بیس باشن از این سینتکس استفاده بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که برای مقداردهی عناصر و آرایه از حلقه ها استفاده خواهیم کرد که جلوتر مبحث حلقه ها این موارد رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا مثلا شما فرض کنید که نام از 1 تا 400 باشه، یعنی 400 تا آرایه داشته باشه. منطقی نیست که ما یک به یک نام 1، نام 2، نام 3 الی نام 400 رو 400 بار بنویسیم و سپس مقداردهی بکنیم. منطقی به نظر میاد که برای مقداردهی عناصر متغیرهای اندیسدار که در قالب آرایه هست ما از حلقه ها استفاده کنیم که خدمت شما عرض کردم جلوتر در مبحث حلقه ها به این مورد هم باز خواهیم گشت. پس در ادامه مبحث میپردازیم به تعریف آرایه های با تعداد عناصر نامشخص. بذارید در قالب یک مثال این مفهوم رو هم خدمت شما توضیح بدم. میخواییم برنامه بنویسیم که ابتدا از کاربر تعداد نفرات یک کلاس رو بپرسه و سپس به تعداد نفرات کلاس اسامی ایجاد کنه. پس ما اقدام به برنامه‌نویسی میکنیم. دیم فرست نیم دانشجوان. ما نمیدونیم که چه تعداد دانشجو در کلاس هست. پس خالی رد میکنیم از استرینگ. بعد تعداد دانشجویان موجود در کلاس رو از کاربر میگیریم. نامز از اینتیجر. و به تعداد این نامز ما فرست نیم ایجاد خواهیم کرد. پس پایین من می نویسم هر کدی که اینجا هست، مثلا تمام کدها رو ما می نویسیم و پایین ردیم می کنیم. با استفاده از دستور ردیم باز تعریف می کنیم متغیری که از قبل ما تعریف کردیم و پرزرو شده، یا از قبل تعریف شده پرزرو شده دوباره تعریف کنیم متغیری که از قبل اختصاص داده شده یا تعریف شده. کدوم متغیر فرست نیم هست با تعداد عناصر آرایی نامز که دارای دیتا تایپ استرینگ خواهد بود. و به همین ترتیب ما میتونیم که یک متغیری رو از قبل تعریف کنیم یا پرزرو کنیم و به تعداد اعضای موجود در کلاس عنصر آرایی داشته باشیم و به همین تعداد فرست نیم یا نام تعریف کنیم. از همه اینها استفاده خواهیم کرد در برنامه‌های کاربردیمون. بعد از اینکه آرایه‌های تک بعدی رو ما دیدیم، یعنی آرایه‌های سطری یا ستونی، ما میریم سراغ آرایه‌های دو بعدی. در ادامه بحث می‌پردازیم به آرایه‌های دو بعدی که اصطلاحاً ما آرایه‌های دو بعدی رو ماتریس بهشون میگیم. پس ببینیم که ماتریس‌ها رو یا آرایه‌های دو بعدی رو در VBA چطور ما میتونیم تعریف کنیم. پس ورنیم رو ما تعریف می‌کنیم i و j از integer. پس ما یک آرایی دو بعدی که i نشان دهنده شمارنده سطر و j شمارنده ستون هست رو با دیتا تایپ integer تعریف کردیم. به عنوان مثال دیم a 2 و 2 از integer.
ما یک متغیر یا یک آرایه دو بعدی رو تعریف کردیم که دارای 9 عنصره، چون که زرو بیس از 0 تا 2 از 0 تا 2 یعنی 3 در 3 هست ماتریس، و ما میتونیم اختصاص بدیم مثلا آی 0 و 0 مثلا مساوی با 1، و به همین ترتیب آی 0 و 1 مساوی با مثلا 2 تا آی 2 و 2 مساوی با مثلا 9. و همین ترتیب ما میتونیم که عناصر و آرایه رو مقدار دهی بکنیم. یا اگر شما بخواهید که اندیس هاتون از یک شروع بشه، اینجوری هم میتونید شما بنویسید آ یک تو دو و شمارنده ستون هم یک تو دو از اینتجر و همین ترتیب. و الان بنویسید که آیه یک و یک مثلا مساویس با یک تا آیه دو و دو مساویس با مثلا چهار. پس اینجا زرو بیس بود آرایه دو بعدی یا ماتریسمون، و اینجا هم وان بیسه، یعنی اینجا عناصر آرایه یا اندیسامون از یک شروع میشه. پس تعداد عناصر متعره A 4 تاست اینجا، و تعداد عناصر متعره A یا آرایه دو بعدی A اینجا 9 تا خواهد بود که از 0 شروع میشه اینجا، و اینجا هم اندیسامون از یک شروع میشه. پس 4 تا اینجا A عنصر داره و اینجا هم A 9 تا عنصر داره، که اینجا وان بیس اندیسامون و اینجا هم زرو بیس. در ادامه مبحث میپردازیم به نوع دیگری از متغیرها که در ابتدای برنامه تعریفشون میکنیم و همانجا یک مقدار رو بهشون اختصاص میدیم، و این مقدار در کل برنامه ثابت میمونه. به عنوان مثال در محاسبات ریاضی ما از عدد پی استفاده خواهیم کرد که همواره یک عددی ثابت هست و برابر است از 14. بنابراین با دستور زیر یک بار تعریف و در جاهای مختلف ازش استفاده خواهیم کرد. پس اجازه بفرمایید که من این موارد رو پاک کنم. پس ما یک متغیر با مقدار کانستانت یا ثابت رو تعریف می‌کنیم به نام پی از سینگل. سینگل که در اینجا بلافاصله بعد از اینکه تعریفش کردیم در این لاین یا در خط بهش مقداری رو هم اختصاص میدیم، و الان هر جای برنامه که این پی رو بزنیم مقدار ثابت 3.14 رو خواهد داشت. در اینجا از مبحث متغیرها خارج میشیم و بعد از متغیرها میپردازیم به مفهوم عملگرها یا اپراتورها. عملگرها از دیگر عناصر پایه و بیس برنامه‌نویسی هستند. عملگرها بر اساس نوع داده تقسیم بندی و طبقه بندی میشن، اما به طور کلی عملگرها به شکل‌های زیر تقسیم بندی میشن. ما انواع عملگرهایی که داریم و میتونیم در وی بی ای ازشون استفاده کنیم به این عملگرها تقسیم بندی میشن. اولین عملگر عملگرهای محاسباتی هستن که ساده ترین نوع عملگرها هستن که جمع و تفریق و توان و پارانتز و همه اینها از نوع عملگرهای محاسباتی هستن که اولویت عملگرهای محاسباتی مثل تمام زبانهای برنامه‌نویسی برای ما حائز اهمیت خواهد بود، که اگر من خدمت شما اولویت عملگرهای محاسباتی رو عرض کنم به این ترتیب خواهد بود که اولین اولویت مربوط به عملگر پارانتز، به ترتیب بعد از پارانتز توان، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق خواهد بود. و اگر جمع و تفریق مثلا در یک اولویت قرار دارن، اون عملگری دارای اولویت بیشتری خواهد بود که از سمت چپ به راست باشه. یعنی اگر ما در یک خط هم جمع و هم تفریق رو داشتیم، اون عملگری که در سمت چپ هست دارای اولویت بالاتر و بیشتری خواهد بود و اون اجرا خواهد شد. بعد از عملگرهای محاسباتی میریم سراغ عملگرهای مقایسه‌ای که مساوی، بزرگتر، بزرگتر، مساوی، نامساوی از جمله عملگرهای مقایسه‌ای هستند. و بعد عملگرهای متنی رو داریم که بر روی اپرند یا عملبندهای متنی اجرا میشن اینا. مثلا برای الحاق کردن دو متن از این اپراتورها استفاده میکنید. مثلا x رو شما در نظر بگیرید که نامش علی هست، بعد y رو داشته باشیم که مثلا مهدی پور، بعد z رو ما تعریف کنیم که x امپرسنت y. یعنی به همین ترتیب ما میتونیم که از این عملگرهای متنی برای الحاق دو رشته متنی استفاده بکنیم. یا مثلا جدا کردن یک کاراکتر یا یک متن از یک پاراگراف میتونه به عنوان عملگرهای متنی در زبان ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن ما استفاده کنیم. بعد عملگر بعدی عملگرهای ارجاعی هستن. برای شما در قالب یک مثال این عملگرهای رفرنس اپراتور یا عملگرهای ارجاعی رو توضیح بدم. مثلا محدوده B5 تا B15 رو شما میخواهید که
انتخاب کنید. از این عملگر میتونید که به راحتی استفاده کنید. پس عملگر تا یک محدوده ای از سلول ها رو برای ما مشخص میکنه که در قالب عملگر ارجایی هست. به عنوان عملگر بعدی میتونید شما و رو هم به کار ببرید و مثلا محدوده D5 تا D15. این عملگر کلون یا تا یک محدوده رو برای ما مشخص میکنه در قالب عملگر رفرنس و این عملگر و اجتماع این دوتا محدوده رو برای ما مشخص خواهد کرد که در برنامه‌ریزی به کررات از این عملگرهای ارجایی ما استفاده میکنیم و اگر به جای و شما از اسپیس استفاده کنید از اشتراک بین این دو محدوده استفاده خواهد کرد. پس عملگر و کار اجتماع رو برای ما انجام میده، عملگر اسپیس کار اشتراک رو، عملگر تا هم یک محدوده رو برای ما مشخص میکنه. بعد عملگر منطقی که ارزشش ترو یا فالس یا ارزش منطقیش درست و نادرست است که در قسمت انشعاب یا برنامه‌نویسی if else ما از این عملگرهای منطقی به کررات استفاده خواهیم کرد. پس تا اینجای برنامه ما تمام برنامه هایی که نوشتیم بر روی کاغذ بودن و حالت اجرایی و کاربردی رو نداشتن. الان وقتشه که این برنامه ها رو طوری بنویسیم که حالت اجرایی داشته باشن. برای این کار ما باید با روش های ورود و خروج اطلاعات در VBA در محیط برنامه‌نویسی مایکروسافت اکسل آشنا بشیم. ما کلن سه روش ورود و خروج اطلاعات رو در VBA داریم. روش اول که ساده ترین روش هست و در برنامه های کوچیک کاربرد داره استفاده کردن از فرم های اینپوت باکس، فرمی هست که برای ورود اطلاعات، و فرم مسیج باکس، فرمی که برای مشاهده نتایج عملیات هست استفاده کنیم. روش دوم استفاده از کاربرک ها یا ورکشیت ها هست. نتیجه اخلاقی این که این روش صرفاً در محیط مایکروسافت اکسل قابل اجراست. در این روش از سلول ها و کاربرک های مختلف جهت ورود و نمایش اطلاعات استفاده خواهیم کرد. 5 شی یا آبجکت کاربردی و مفید که در این رابطه هستند به این ترتیب خواهند بود. اولین آبجکت، آبجکت اپلیکیشن هست. ببینید ما صحبت از آبجکت میکنیم. با این مفاهیم آبجکت و شی و خصیصه ها و ویژگی هایی که این آبجکت دارن به تفصیل صحبت خواهیم کرد. تا اینجا بس از من به صورت کلی داشته باشید که این روش دوم یا کاربرها دارای 5 شی کاربردی هستند که اولین شی کاربردی اپلیکیشن هست. وقتی که صحبت از شی یا آبجکت اپلیکیشن میکنیم یعنی خود نرم افزار اکسل. بعد از آبجکت اپلیکیشن ما سراغ آبجکت دوم میریم. آبجکت دوم ورکبوکس هست یا کارپوشه یا فایل اکسل، نه خود نرم افزار اکسل ها، اشتباه نکنید. خود نرم افزار اکسل آبجکت اپلیکیشن هست و فایلی که بعد از اجرای نرم افزار اکسل مثلا کارپوشه 1، کارپوشه 2 که با پسوند اکسل اس برای مایکروسافت اکسل 2003 و با پسوند اکسل اس ایکس برای مایکروسافت اکسل 2007 به بالا که نرم افزاری که خدمت شما عرض میکنم نسخه 2016 هست. پس ورکبوک هایی که یا کارپوشه هایی که برای این نسخه از نرم افزار مطلب خدمت شما ارائه میکنیم با پسوند اکسل اس ایکس خواهد بود. بعد سومی آبجکت ورکشیت هست یا فرزند ورکبوک. خدمت شما عرض کنم که این یک سلسله وراثتی خواهد داشت. آبجکت اپلیکیشن والد تمام آبجکت های زیرین هست، بعد ورکبوک فرزند اپلیکیشن، ورکشیت یا کاربرگ فرزند ورکبوک. به همین ترتیب هر کاربرگ یا ورکشیت دارای سلول هایی هست که در قالب آبجکت سلز هست که خدمت شما عرض کنم که این سلز هم فرزند ورکشیت هست، والد ورکشیت هست و هر سلول دارای فرزندان رنجز هست. پس هر سلول در کاربرگ دارای محدوده ای هست که ما میتونیم اون محدوده رو تحت عنوان فرزند والد سلز خدمت شما عرض کنیم. روش سوم استفاده از فرم‌ها و کنترل‌هاست. این روش در تمام زبان‌های ویژوال میتونه استفاده بشه و مختص VBA و مختص مایکروسافت اکسل نیست. فقط روشی که مختص مایکروسافت اکسل هست روش دوم هست. چرا؟ چون که ما از کاربردهای خود نرم‌افزار صفحه گسترده اکسل برای ورود و خروج اطلاعات استفاده خواهیم کرد. پس ما در روش‌های ورود و خروج اطلاعات سه روش رو خدمت شما عرض کردیم و در این بین ما با 5 شی کاربردی و مفید که در این رابطه بودن آشنا شدیم که عبارت بودند از آبجکت یا شی اپلیکیشن، ورکبوکس، ورکشیت، سلز و رنجز. ما صحبت از مفاهیم آبجکت یا شی کردیم. برای اینکه در برنامه‌نویسی به شیوه آبجکت اورینتد یا برنامه‌نویسی به متد شی‌گرا به کررات استفاده خواهیم کرد، اجازه بفرمایید که ما
یک توضیح بسیار مختصر از مفاهیم شی و خواص اون رو خدمت شما عرض کنیم. ببینید، ما وقتی میگیم اتومبیل ما چهار چرخ داره، این اتومبیل یک آبجکت یا شی است که دارای پراپرتی چهار چرخه یا رنگش سفیده. این پراپرتی رنگ سفید یا چهار درب داره. این میتونه چهار درب به عنوان یک پراپرتی آبجکت اتومبیل مطرح بشه. در بعضی از کتب شما مشاهده میفرمایید که مینویسن به جای پراپرتی ویژگی، خصیصه، امکانات، قابلیت، صفت یا مشخصه. همه این موارد میتونه به عنوان یک پراپرتی برای آبجکت اتومبیل در نظر گرفته بشه. از طرف دیگر این شی اتومبیل دارای عملیاتیه. مثلا شما میگین که عوض کردن دنده. عوض کردن دنده میتونه به عنوان یک آپشن برای آبجکت اتومبیل مطرح بشه. شما مثلا میگین که این اتومبیل دارای آپشن های متفاوتیه. پس هر چقدر که آپشن ها یا متد ها یا عملیات این آبجکت اتومبیل بهتر باشه، به همان اندازه هم قیمت خودرو میره بالاتر. یا مثلا آبجکت اتومبیل دارای متد ترمز گرفتن یا گاز دادن هست، یا آپشن عرض شود خدمت شما که گاز دادن یا ترمز گرفتن. پس این متد یا آپشن یا عملیات میتونه به عنوان یک مشخصه دیگر آبجکت اتومبیل مطرح بشه. در اصطلاح برنامه‌نویسی به عملیاتی که یک شی میتونه انجام بده اصطلاحاً متد گفته میشه. مشخصه سومی هم وجود داره که ایونت نامیده میشه. ببینیم مفهوم ایونت چیه. در مثال بالا دیدیم شی اتومبیل دارای متد عوض کردن دنده هست. ما کی دنده ماشین رو عوض می‌کنیم؟ هنگامی که اتفاق یا نشانه یا ایونت بالا رفتن و یا پایین آمدن دور موتور اتفاق بیفته. متد یا آپشن یا عملیات عوض کردن دنده رو ما انجام میدیم. پس نشانه بالا و پایین آمدن دور موتور یک محرکیه که باعث میشه ما دنده اتومبیل رو عوض کنیم یا عملیاتی رو انجام بدیم. در اصطلاح برنامه نویسی به نشانه ایونت و به عملیاتی که بر روی آبجکت انجام میدیم متد گفته میشه. حالا سه مشخصه آبجکت رو از لحاظ مفهومی یاد گرفتیم. حالا بیایید از این مفاهیم استفاده کنیم و ببینیم که چطور از این مفاهیم در برنامه نویسی به شیوه آبجکت اورینتد یا شیگرا میتونیم استفاده بکنیم. برای استفاده از پراپرتی به این شکل عمل میکنیم. اول آبجکت رو مینویسیم، بعد دات پراپرتی مساویس با ولیویی که به پراپرتی آبجکت ما اختصاص میدیم. پس اول نام شی، بعد پراپرتی که آن شی داره و بعد ولیوی که به این پراپرتی آبجکت یا شی ما اختصاص میدیم. به این ترتیب ما مقداری رو به پراپرتی یا مشخصه یا ویژگی یک شی اختصاص میدیم. این رو هم عرض کنم که یکی از خواص برنامه نویسی شیگرا وراثت یا اینهرتنس هست. شما میتونید از یک شی دیگری رو تولید کنید. در این صورت به شی اولیه والد یا پرنت و به شی به وجود آمده فرزند یا چایلد یا آفسپرینگ هم میگن. روش دسترسی به شی فرزند استفاده از شی والده. برای استفاده از شی فرزند به صورت زیر عمل میکنیم. پس برای اینکه به پراپرتی شی فرزند ما مقداردهی یا ولیو بدیم به این ترتیب عمل میکنیم. parent object رو مینویسیم. من به صورت کلی خدمت شما عرض میکنم. dot child object بعد dot property مساویس با ولویی که ما به این پراپرتی شیء فرزند اختصاص میدیم. پس ابتدا شیء والد رو فراخوانی میکنیم، بعد شیء فرزند رو، بعد پراپرتی رو و بعد مقداری که به این پراپرتی شیء فرزند که برگرفته از شیء والده ما مقدار ولیو رو اختصاص خواهیم داد. ما عزیزانی که با برنامه نویسی مطلب آشنایی دارند این متد رو آشنا هستن باهاش. این متد در بنایسی استراکچر یا ساخت یافته استراکچر نام داره. یعنی استراکچر آبجکت دارای فیلدی به نام پراپرتی هست که دارای مقدار ولیو هست و این در VBA یا بنایسی آبجکت اورینتد این آبجکت یا شیء که دارای پراپرتی این هست و دارای ولیویی که به این پراپرتی آبجکت یا شیء اختصاص داده میشه. و این هم وراثت هست که خدمت شما عرض کردم که در بحث وراثت ما میتونیم از یک شی دیگری رو تولید کنیم که به شی اولیه پرنت یا والد و به شی دومی که از این شی مستخرج شده شی چایلد گفته میشه. و برای اینکه به پراپرتی شی فرزند والد دسترسی پیدا کنیم اولا شی پرنت رو فراخوانی کنیم، سپس شی چایلد رو و بعد به پراپرتی شی چایلد که از شی پرنت استخراج شده یک ولیو رو استخراج یا نسبت میدیم.
برای دسترسی به متدها و اجرای آن نیز از همون دستوری که برای پراپرتی استفاده کردیم بهره میگیریم. البته یه تفاوت کوچیکی وجود داره، تفاوت این که به متد دیگر مقدار یا ولیو نسبت نمیدیم مثل پراپرتی و تنها آنها رو فراخوانی میکنیم تا برای ما عملیاتی رو انجام بدن. به این مثال دقت بفرمایید، مثلا object dot method، فقط متد رو فراخوانی میکنیم، دیگه بهش ولیو مثل پراپرتی اختصاص نخواهیم داد. ما متدها رو فراخوانی میکنیم که برای ما یک عملیاتی رو انجام بدن. بعد در بحث وراثت هم به این ترتیب عمل میکنیم، parent object رو فراخوانی میکنیم، بعد dot child object، بعد dot method. پس متدها میتونن دارای آرگومان اختیاری و اجباری هم باشن که در بخش توابع به این موضوع باز خواهیم گشت. برای استفاده از ایونت ها هم این دارای دوتا کومبو باکس هست، این مایکروسافت ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن این دسکتاپ، که اولی نامشه و دومی نام ایونت یا نشانه یا محرک که باعث میشه که یک متدی رو این آبجکت برای ما انجام بده برای ما مشخص خواهد کرد، که در بحث برنامه نویسی به این ایونت ها هم باز خواهیم گشت. بعد از اینکه نحوه استفاده از سه مشخصه یک شی رو یاد گرفتی، بیایید در قالب مثال هم این موارد رو خدمت شما یادآوری بکنیم. برای مثال می‌خواهیم به سلول A1 از شیت 1 مقداری برابر 10 رو اختصاص بدیم. اجازه بفرمایید من این موارد رو پاک کنم. پس ما می‌خواهیم به عنوان مثال به سلول A1 از شیت 1 مقداری برابر عدد 10 رو نسبت بدیم. پس ما برای اینکه به سلول‌های فایل اکسل دسترسی داشته باشیم از ورکشیت استفاده میکنیم. پس ورکشیتس، کدوم ورکشیتس؟ ورکشیتس یکم داد پرزند ورکشیتس سلز هست. برای اینکه VBA کیس سنسیتیو نیست، من به راحتی فقط تایپ میکنم و به حروف بزرگ و کوچک حساسیتی رو نمیدم و داد ولیو مساوی با عدد 10. بهتر بود که من از والدهای اپلیکیشن و ورکبوکس هم استفاده میکردم. پس این روت یا ریشه یا آبجکت های پرنت هم داره که آبجکت پرنت اپلیکیشن دات ورکبوکس دات ورکشیس یک دات سلز یک و یک دات ولیو مساوی با، در که خود اپلیکیشن رو چه بنویسید چه ننویسید این کار خواهد کرد. وقتی که نرم افزار اکسل رو اجرا می کنید، خود آبجکت اپلیکیشن به طور اتوماتیک اجرا خواهد شد. در واقع شی اپلیکیشن کانتینر یا شامل فایل های اکسل هست. به طور خلاصه شی اپلیکیشن یعنی خود نرم افزار اکسل. این شی والد همه اشیا در اکسل هست. دوم شی که ساخته میشه و فرزند اپلیکیشن شی، خدمت شما عرض کردم که ورک بوکس. به طور خلاصه میتونیم بگیم که ورک بوکس یعنی فایل اکسل، نه خود نرم افزار اکسل. خیلی دقت بفرمایید، خود نرم افزار اکسل آبجکت اپلیکیشن. فایل هایی که بعد از اجرای نرم افزار اکسل در نرم افزار مایکروسافت اکسل تولید میشه یا ایجاد میشه، این شی ورک بوکس که در فایل های اکسل 2003 با پسوند XLS و در فایل های 2007 به بالا با پسوند XLSX ذخیره میشه. و بعد فرزند شی ورک بوکس یا فایل اکسل ورکشیتس هست که دات ورکبوکس دات ورکشیتس 1 یعنی به شیت یا کاربرگ اول فایل ورکبوک دسترسی پیدا میکنه. و بعد سلز، محدوده ای که در این کاربرگ وجود داره میتونید دات سلز رو بزنید و دات ولیو اون ولیوی که به این محدوده ما مقداری رو اختصاص میدیم و مقدارش برابر عدد 10 خواهد بود. اگر به صورت کلی ما بخواهیم به آبجکت ورکبوکس پراپرتی یا متدش یک مقداری رو اختصاص بدیم، به این صورت عمل خواهیم کرد که اپلیکیشن یعنی خود نرم افزار اکسل دات ورکبوکس و دات پراپرتی، یا حالا بهتره ما متد رو هم بنویسیم که شما میتونید از این هم استفاده کنید. چون که این ارزش دستوری نداره، من فقط خواستم که این رو خدمت شما نشون بدم که چطور به پراپرتی یا متد ورکبوکس ما میتونیم مقدار دهی بکنیم. سومی شی ورکشیتس یا کاربرگ هست که ما هم به این صورت میتونیم مقدار دهی بکنیم، یعنی اپلیکیشن دات ورکبوکس و دات ورکشیتس. به این ترتیب ما میتونیم از بحث وراثت هم استفاده بکنیم، دات پراپرتی پرتی یا متد.
در ادامه اجازه بفرمایید که یک نگاهی عمیق‌تری رو به این اشیا داشته باشیم و نحوه استفاده از آنها رو یاد بگیریم. ما دیدیم که سه روش ورود و خروج اطلاعات در برنامه‌نویسی رو داشتیم. اگر بخواهیم هر یک از این روش‌ها رو به تفصیل و در قالب مثال خدمت شما توضیح بدیم، از روش اول استفاده از فرم‌های اینپوت باکس و مسیج باکس کارمون رو شروع می‌کنیم و تا اینجا تمام برنامه‌هایی که به زبان VBA نوشتیم و سینتکس‌ها رو فقط بر روی کاغذ بودن و فعلاً حالت اجرایی و کاربردی رو نداشتن، از این بخش ما می‌خواهیم کم کم وارد برنامه‌های کاربردی و اجرایی بشیم و ببینیم که برنامه‌هایی که می‌نویسیم با سینتکس VBA چطور حالت اجرایی رو به خودشون می‌تونن داشته باشن. آسان‌ترین روش برای ورود و خروج اطلاعات دیدیم که استفاده از فرم‌های سیستمی اینپوت باکس و مسیج باکس بودن. به طور کلی گاید این هست که اینپوت باکس برای ورود اطلاعات استفاده میشه و مسیج باکس هم برای نمایش اطلاعات. به عنوان اولین مثالی که می‌خواهیم حالت کاربردی و اجرایی بودن رو داشته باشه و بتونیم از فایل‌های سیستمی اینپوت باکس و مسیج باکس هم استفاده کنیم برای ورود اطلاعات و نمایش اطلاعات، یک برنامه رو می‌نویسیم که از کاربر نامش رو بگیره و با استفاده از مسیج باکس نام کاربر رو نمایش هم بده. برای این کار از منوی دیولپر وارد محیط کدنویسی ویژوال بیسیک میشیم. و اگر شما محیط کد نویسی رو نداشته باشه، خدمت شما عرض کردم که از ویو قسمت کد یا معادلش F7 رو بزنید که وارد محیط کد نویسی به زبان ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن برای مایکروسافت اکسل بشید. یعنی ما کدی که می نویسیم برای شیت یکم فایل یا کارپوشه بوک یک اپلیکیشن یا نرم افزار مایکروسافت اکسل خواهد بود. ما به عنوان مثال از قسمت اینزرت یک فرم کنترل رو بر روی صفحه میاریم. اسمش باتن یک آندرلاین کلیک هست. سعی کنید اسمهایی که برای فرم‌های کنترلی میذارید با مسمی باشن، یعنی این دکمه از نوع دکمه فشاری هست، باتن هست و ایونت یا رخدادی که داره از نوع کلیک هست. یعنی قراره که بر روی این پوش باتن یک کلیکی رو انجام بدید و بعد از کلیک وارد ایونت کلیک بشه و یک کدی رو فراخوانی بکنه و یک عملیاتی رو برای شما انجام بده. به این نوع کدنویسی Graphical User Interface میگن یا رابط گرافیکی متنی. بهتره که هر کدی که می نویسید به صورت GUI Present یا ارائه بکنید که کاربر یا مخاطب شما دچار پیچیدگی ظاهری و خسته کننده کدهای شما نباشه. پس ما یک ماکرو نیمی رو داریم که پشت پرده این کد اجرا میشه، این ماکرو اجرا میشه، فقط مخاطب شما گرافیک کار رو یعنی مقابل کار رو میبینه و پشت پرده کار که یک کدنویسی بسیار پیچیده بسته به حجم پروژه شما هست نمیبینه، فقط یک دکمه رو رام میکنه، یک اطلاعاتی رو وارد میکنه و یک اطلاعاتی رو بسته به اون اطلاعات وارد شده براش نمایش داده خواهد شد و دچار پیچیدگی ظاهری و خسته کننده کدهای شما نخواهد شد و این بهترین پرزنت یا بهترین نوع ارائه هست که اغلب برنامه‌نویسان حرفه‌ای سعی میکنن که کارهاشون رو به صورت GUI یا رابط گرافیکی کاربر که به صورت یوزر فرند یا به صورت کاربرپسند هست برای مخاطبین یا کارفرماهای خودشون نمایش بدن. پس ماکرو نیم رو با مسما انتخاب کردیم. دکمه‌مون دکمه فشاری هست که دارای ایونت کلیک هست. ما نیو رو میزنیم، وارد پشت پرده کار میشیم که پشت پرده کار چون که اون زبان برنامه‌نویسی که مایکروسافت اکسل پشتیبانی یا ساپورت میکنه از نوع ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن یا VBA هست. تمام زبان‌های برنامه‌نویسی، خود زبان برنامه‌نویسی مطلب هم از این متد برنامه‌نویسی GUI یا Object Oriented Programming استفاده می‌کنن که ما هم از این مفاهیم شی در برنامه‌نویسی VBA خودمون به کرات استفاده خواهیم کرد و در قالب مثال‌های ساده خدمت شما این مفاهیم رو یاد خواهم داد که بتونید در کارهاتون بسته به پروژه‌های خودتون از این مفاهیم و اسمبل کردن و الحاق کردن این مفاهیم به نفع احسن استفاده بفرمایید. پس ما وارد محیط کدنویسی باتن یک آندرلاین کلیک شدیم. مثلا اون چی بود؟ قراره که از کاربر نامش رو بگیریم، نام کاربر رو براش نمایش بدیم. پس ما یک متغیر رو تعریف می‌کنیم، first name. First name دیتا تایپش هست string. این first name رو ما باید از کاربر بگیریم با استفاده از تابع یا فایل سیستمی input box. مثل سایر زبان‌های برنامه‌نویسی یک راهنمایی هم اینجا پایین هست، مثل فراخوانی توابع مطلب که هر تابعی که فراخوانی می‌کنید بسته به آرگومان‌های ورودیش یک هلپی رو پایینش میاره. یعنی این فایل سیستمی یا تابع اینپوت باکس دارای آرگومان‌های ورودی پرامپت، تایتل، دیفالت، اکسپوزیشن، وای پوزیشن و الی آخر هست.
در هر آرگومانی که میخواید مقدار دهی کنید اون رو بولد میکنه یا هایلایت میکنه. الان من آرگومان دومش رو قراره به این تابع اینپوت باکس پاس بدم. این آرگومان دومش که هایلایت شده تایتلشه. اولی پرامپه یا اعلانی هست که به کاربر یا متنی هست که به کاربر نشون داده میشه تا کاربر یک عملیاتی رو برای ما انجام بده. ما به عنوان پرامپت یا اعلان به کاربر این متن رو به کاربر نشون میدیم که please enter your first name، نام خودش رو وارد کنه. تایتلش رو مثلا first name نامگذاری میکنیم، first name، و یک نام دیفالتی رو هم به این تابه پاس میدیم، مثلا نام دیفالتش هم باشه بهنا. و بلافاصله این first name رو با استفاده از تابعه یا فایل سیستمی مسیج باکس نشون میدیم. مسیج باکس. حتما شما عرض کنم که به راحتی هرچه تمام من این فانکشن ها یا فایل های سیستمی رو به صورت حرف کوچیک می نویسم.